سلام پنجشنبه و جمعه 11 و 12 اردیبهشت 99 سی اپریل و 1 می 2020 میلادی جنجال بازار بورس در تهران مطلبی است که توجه همه محافل اقتصادی و حتی سیاسی ایران رو به خودش جلب کرده از مدتی قبل به بسته شدن راه به بازارهای دیگر پول و سرمایه در ایران مثل بخش مسکن، خودرو، طلا، ارز و همینطور پایین آوردن نرخ بهره بانکی باعث شده که پولهای مردم، پولهای سرگردانی که به خصوص دست سرمایه های کوچک و متوسطی که دست طبقه متوسط هست به سمت بازار بورس متوجه بشه. از سوی دیگه دولت روزانه بیش از هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه میکنه که عملا تورمزاست و کاستی های خودش رو با اون ترتیب میپوشونه و حجم نقدینگی کشور از دو، دو دهم تریلیون تومان هم رد شده و به این ترتیب عملا این پول ها در بازار بورس وقتی متوجه خرید و فروش سهام شده یک افزایش کاذب رو در شاخص های بورس نشون میده تا جایی که متوسط حدود 70 درصد اگر در طی دو ماه گذشته قیمت سهام ها البته به صورت متوسط بالا رفته اگرچه در مقایسه با تورم اگر بالا رفتن سایر کالاها رو هم در نظر بگیریم گاهی تا صد درصد بالا رفتن ولی به هر حال تجمیع اونها در یک جایی به نام بورس بسیار جلب نظر میکنه و متاسفانه بسیاری از سرمایه های کوچک و اندک رو به این بازار روانه کرده که به زودی با حجم بزرگی از مالباختگی این اخشار ضعیف و کمتوان مواجه خواهیم شد البته اقدام دیگه ای هم که همزمان شده با اون و اون پیشنهاد بعضی اقتصاددانان بود که سهام عدالتی که 49 شرکت در اون هستند بعضی از اونها شرکت های بدی هم نیستند اجازه بدن مردم بفروشند چون مکانیزم پیچیده و بسیار مبهمی داشت این سهام میتواند که در عمل اگر باز بشه و مردم سهام رو بفروشند در حالی که قیمت ها بالاست ممکن است در عمل نهایت کار این بشه که پول از طبقه متوسط و پاره گروه های دیگه اجتماعی به بازار بورس بره و از اونجا بخشی از اون نصیب طبقات توهی بشه که سهام عدالت رو در دست داره در همین حال دولت هم بخشی از سهام شستا که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی هست رو داره میفروشه و قرار از پول اون رو به صندوق تامین اجتماعی کارگران نده و برداره همینطور پاره بانک ها و مؤسسات دیگر دولتی رو هم در این قیمت های بالا داره سهامشون رو میفروشه و به این ترتیب پول به دست بیاره بر حال این مجموعه که بازار بورس رو با در واقع کاملا به صورت بادکنکی و حباب مادامی که این نقدینگی در اقتصاد تزریق بشه باز هم باد خواهد کرد باعث شده که نگرانی های بزرگ دیگری پیدا بشه برای اینکه با ترکیدن این حباب سرمایه بسیاری از بین خواهد رفت و یا اینکه اگر هم نگهداری بشه و حکومت با همون که بلده در واقع خرید و فروش رو ممنوع بکنه اون وقت با افزایش تورمی که در جامعه هست عملا کسانی که پولشون رو به بازار بورس بردند به چیزی آیدشون نخواهد شد چون این پول در جای دیگه هم در واقع سقوط میکنه زمزمه هایی را هم عناصر حکومتی شروع کردند که آمریکا قرار است بازار بورس ایران رو تحریم کنه حرفی که صحت نداره اساسا تحریم شرکت ها معنی داره ولی بازار بورس رو امریکا تحریم نکرده و نمیکنه ولی بیشتر به درد این میخوره که فردایی که سرمایه های مردم از دستشون رفت با جنجال این رو هم به گردن امریکا بیندازن در همین حال وضعیت بخش های دیگر اقتصاد کشور هم اصفناکه نفت که اساسا صادراتش بسیار کاهش داشت و نفت ایران به بشکه ده دلار رسیده که عملا استخراج یک بشکه نفت برای کشور دوازده و دوازده دلار و شست سنت در میاد و در واقع گرونتر از حتی فروششه سبد اوپک هم البته دوازده دلار و چهل سنت شده هر بشکه و برای خیلی از کشورهای دیگر اوپک هم صرف نمیکنه فروختن نفت و به دلیل کاهش قیمت نفت محصولات دیگر صادرات غیر نفت خام ایران مثل محصولات پتروشیمی فراورده های نفتی یا میانات گازی و غیره هم کاهش شدیدی پیدا کرده و به این ترتیب بخش درآمد ارزی هم کاهش پیدا کرده آن چیزی هم که به عراق میرفت باز کاهش پیدا کرده برای اینکه عراق هم پولی نداره که محصولات دیگه ای که ایران صادر میکرد رو بخره عددی بین 6 تا 8 و گاهی 10 میلیارد دلار صادرات به عراق بود در همین حال ماشین فساد در ایران کماکان داره کار میکنه و صحبت 4 تا 8 میلیارد دلار گم شده 4200 تومانی کماکان ادامه داره از جمله آقای حاجی دلیگانی نماینده مجلس عنوان کرده که 90 درصد شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفتن اساسا روی کاغذ بودن حال بانک مرکزی هم میگه که در ماه اسفند 44 درصد چک های برگشتی نسبت به اسفند سال قبلش افزایش نشون میده این مجموعه اقتصادی که به قول گزارشی که رادیو زمانه منتشر کرده بود از قول یک پلیس گفته بود که بوی شورش به بشام میرسه برای اینکه مردم فعلا سرگشته و سرگردانن روز به روز قدرت خریدشون پایین میاد توانی ندارند و قیمتها هم بالا میره بنابراین راهکاری هم حکومت نداره دولت اساسا غایب فقط درها رو باز کرده باز, باز کردنی که به کار راه افتادن اقتصاد هم نمیخوره و فقط مبتلایان رو بالا میبره علی احسان پور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرده که روند افزایش ابتلا به کرونا خطرناک در استان خوزستان و گفته هفته آینده بسیار سخت و دردناک خواهد بود استانهای مازندران خراسان رضوی بوشهر هم هشدار دادند گفتن که افزایش قبلا هم آذربایجان غربی و فارس و چند استان دیگه هم افزایش ابتلا به کرونا رو هشدار داده بود اما مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت بالای 90 درصد از هر دو حزب از آقای پومپیو خواسته که تحریم تسلیحاتی ایران پیگیری بشه هر دو حزب در واقع در توافق این رای به رو دادن سنا هم همینطور عمل خواهد کرد و آقای پومپیو هم گفته که قصد برگشتن به برجام رو نداریم در واقع گزارش روزنامه نیویورک تایمز درست نبوده و گفته فقط در حال بررسی هستیم که به هر قیمت تحریم تسلیحاتی ایران ادامه پیدا بکنه اما زینب جلالیان زندانی سیاسی که سالهاست در زندان هست از زندان خوی به چه با چشم بست با چشم بسته و دستبند به اورمیه و کرمانشاه برده شده هیچ کدام از این زندان ها او را نپذیرفتند گفته میشه که به زندان در تهران منتقل خواهد شد و به گفته پدر او معلوم نیست اساسا چرا زینب رو دارن جابجا جا میکنند و در این روزگار کرونایی سلامت او در خطره به امید پیروزی ایران و ایرانی